روسیه به اوکراین چی بوده رئیس جمهور فرانسه گفت با توجه به همبستگی این کشور با اوکراین همه باید در پاسو به این اقدام پوتین متحد بشن در مقابله مسکو بدون کمترین ضعفی می ایستیم نخست وزیر بریتانیا هم هشدار داد کشورهای غربی گسترده ترین تحریم های خود را علیه اقتصاد روسیه تحمیل می کنن. اقدام بیرحمانه و وحشیانه ولادیمیر پوتین باید از هر لحاظ به شکست خطشه. بوریس جانسون پوتین رو دیکتاتور روس خطاب کرد و گفت امروز در دیدار با متحدین خود درباره تحریم های اقتصادی تصمیم خواهیم گرفت و وابستگی خودمون به گاز و نفت روسیه که به پوتین اعتماد به نفس کاذب داده رو کم میکنیم. جو بایدن حمله غیر موجه روسیه به اوکراین رو محکوم کرد و گفت که جنگ آغاز شده توسط پوتین به رنج و مرگ فاجعه بار انسان ها منجر میشه. آنتونیا گوترش دبیر کل سازمان ملل بعد از نشست استراری شورای امنیت خواستار توقف فوری حمله روسیه به اوکراین شد. نخست وزیر ایتالیا هم مقام بین المللی دیگه ای که گفت اتحادیه اروپا و ناتو سرگرم بررسی پاسخی فوری به اقدام روسیه هستند. نخست وزیر ژاپن حمله روسیه به اوکراین را حمله به مبانی نظم بین المللی خوند. دولت استرالیا اعلام کرد این اشغال غیر قانونیه. اعمال دومین سری از مجازات علیه روسیه توسط استرالیا در راهه. فنلاند، سوئد و نروژ حمله روسیه به اوکراین رو محکوم کردند و این اقدام و نقض فاحش حقوق بین الملل دولستن. بلژیک از اتحادیه اروپا خواست تا در جواب روسیه صدور ویزا برای روسها را رو متوقف کنه وزیر مهاجرت این کشور گفته ویزاهای گردشگری، کاری و تحصیل نباید برای شهروندان روس صادر بشه. درهای اروپا نباید به روی اونها باز باشه. نخست وزیر اسپانیا گفت ناتو پاسخی هماهنگ علیه روسیه به اجرا میذاره. صدر اعظم آلمان اظهار داشت حمله روسیه به اوکراین زندگی بیگناهان و صلح در اروپا را به خطر انداخت و حقوق بین الملل را نقض کرد. اولاف شولتز گفت هیچ چیز نمیتونه اقدام روسیه رو توجیه کنه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پیامی تلویزیونی حمله روسیه رو به اوکراین غیر قابل قبول و ضربه سنگین به صلح و ثبات منطقه خوند. برخلاف همه این کشورها وزیر امور خارجه چین گفت که دولت پکن نگرانی های امنیتی روسیه رو منطقی میدونه و درک میکنه. از شهروندان خود که ساکن کیف هستن خواسته تو خونه بمونن یا اگه به خیابون میرن برای احتیاط روی ماشین خودشون پرچم چین نصب کنن. سخن...